خانم آقاین درود بر شما به عنوان خبرنگار مستقل در خدمت هستم برای چند خبر کوتاه سعی میکنم زیاد وقتتون رو نگیرم قرار نیست هر شب خدمتتون باشم ولی بعضی مواقع لازم هست که خبرها خیلی سریع خدمتتون عرض بشه چند نکته اساسی نخست در مورد اینکه برخلاف آنچه که رسانه های جمهوری اسلامی میگن تحریم های آمریکا داره به شدت تأثیر گذار میشه و حتی در عراق که حیات خلوت جمهوری اسلامی همیشه محسوب میشد تمامی تلاش های آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به نتیجه نرسید و عراق برنامه هیئت تعلیق دارایی تروریست ها رو اجرایی کرد برنامه این هست که از طرف امریکا داره اعمال میشه هیئتی رو هیئت رو در روزهای گذشته جمهوری اسلامی به عراق فرستاده بود که جلوگیری بکنه از این مسئله ولی موفق نشدند تعلیق پول انتقال داده شده و پولی هم که قرار هست انتقال داده بشه تماما تعلیق شد سینا بانک بهمن گروپ همه راه های اقتصاسی رد و بدل پول نقد با عراق که یکی از امیدهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها بود بسته شد این بسیار مهم هست خود جمهوری اسلامی در این مورد صحبت نمی کنه به هیچ وجه برای اینکه یک شکست بزرگ هست انتظار نداشتند که عراق به این صورت بیاد و با امریکایی ها همکاری بکنه امید داشتند که عراقی ها مانع بشن و اجازه ندن مشروع اینکه چه اتفاقی افتاده در عراق رو ما در وبسایت میذاریم زیاد وقتی رو با این نمیگیرم فقط میخواستم بگم که خیلی مهم هست موضوع بسیار مهمی هست که میتونه تاثیر تحریم ها بر جمهوری اسلامی رو به مراتب افزایش بده هشت کشوری هم که از کشورهایی که معافیت گرفته بودند و جمهوری اسلامی خیلی دل خوش کرده بود به معافیت این کشورها محدودیت زمانیشون اعلام شده سه ماه هست در این سه ماه به تدریج باید نفت خودشون رو به نقطه صفر برسونن در حال حاضر هم این کاهش واردات نفت از ایران با سرعت و با دقتی که آمریکایی ها رو مسئله دارند داره اعمال میشه ژاپن ایتالیا تایوان که اعلام نشده بود اعلام شده اینها کاهش واردات نفتشون از جمهوری اسلامی مشخص شده کره جنوبی مثلا 300 هزار بشک در روز بود به 200 هزار کمتر باید به 100 هزار و سپس به طور کامل جایگزین بشه میخواستم بگم که رسانه های جمهوری اسلامی این اخبار رو به مردم نمیگن و برخلاف این دقیقا با دروغ درمانی میخوان بگن که این تحریم ها اثری نداره جمهوری اسلامی توان دور زدن تحریم ها رو داره که این تماما کذب محض هست و نادرست هست بعد از اون مسئله شرکت نفت فلات قاره ایرانه که چهار منطقه نفتی جزایر جنوبی رو خارک و لاوان و سیری و بهرگان رو اونجا خیلی فعال بود پوشش میداد اونها هم به طور کامل تعطیل شدن تحت فشارهای امریکا اکثر شرکت هایی هم که تعطیل شدن در حال حاضر حتی نمیتونن نفت رو نفتی که تولید میشه رو ذخیره بکنن اومدن چیکار کردن داخل اسکله ها در کشتی های نگه میدارن مثلا در اسکله تی در جنوب نفت هایی رو که میخوان بفروشن و در واقع در روزها و هفته های آینده دیگه خریداری هم برای نفت جمهوری اسلامی پیدا نمیشه به دلیل فشارهای امریکا. میخوام بگم که این فشارها به قدرت خودش باقی هست تمامی صحبت هایی که از رسانه های مختلف در مورد امکان مذاکره و اینکه ای در حال حاضر هست تا این لحظه هیچ کدوم واقعی نیست هیچ ای در جریان نیست تحریم‌ها با قدرت داره انجام میشه و خواستهای در واقع آمریکا خواستهایی نیست که جمهوری اسلامی به سادگی بتونه به اونها تن بده در واقع باید از ایدئولوژی خودش جمهوری اسلامی با اون خداحافظی بکنه با سابقه خودش با رفتار خودش با رویکرد خودش به طور کلی تا بتونه به این انتظارات آمریکا پاسخ بده در صورتی هم که پاسخ بده تا عملی شدن کامل هیچ یک از تحریم ها برداشته نخواهند شد یعنی این وضعیت کاملا فرق داره بخوام بگم که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته شاید کمتر گفته شده با این سراحت با حمایت کشورهای بزرگ بریتانیا در صدرش و حتی امریکا تونسته بود سر با بیسته با فساد گستردهی که در داخل کشور بود بازم تونستن سر پا حالا دیگه این حمایت رو ندارن و این مهم هست اروپایی هم اروپا به طور کلی راهی نداره به جز این که وارد خطی بشه که امریکا تعیین کرده چرا؟ چون مسئله بیزنس و تجارت هست در مسئله تجارت خب بسیار مشخص هست که کشور کوچکی به لحاظ بزرگی اقتصادی کشور کوچکی مثل ایران در مقابل امریکا نمیتونه هیچ وقت موفق بشه این شرایط رو در نظر بگیرید که تمامی اینها مسائلی است که امریکا در راستای منافع مردم خودش داره اعمال میکنه یعنی دولت آمریکا داره ب... بهترین سیاست رو برای مردم خودش اعمال میکنه یعنی چی یعنی اینکه ممکن هست این سیاست همیشه به نفع مردم ایران نباشه ولی در حال حاضر هست و تا زمانی که هست ما باید از این شرایط استفاده بکنیم برای بهره برداری بسیار عالی برای تعیین سرنوشت یک کشور که در حال حاضر توسط جمهوری اسلامی اشغال شده است و ما میتونیم از این شرایط استفاده بکنیم جمهوری اسلامی بسیار بسیار ترسیده شما اگر دقت کنید در مسئله زلزله ای که در هفت تپه برای جمهوری اسلامی ایجاد کردند زیر پای جمهوری اسلامی رو زلزله ای که اینها شروع کردند تحت هیچ عنوان میتونن مهار بکنن به چه دلیل؟ اتحاد مردم در و کارگران در هفت تپه باعث شده که اینها از هر راهی وارد بشن به نتیجه نرسن دروغ درمانی به نتیجه نرسونده تهدید دیگه فایده نداره دستگیر کردن افراد بسیار مؤثر اسماعیل بخشی که در حال حاضر باعث شده که اسماعیل های بخشی در نیشکر هفت تپه ایجاد بشه این رو میخوام گره بزنم به مسئله کرمانشاه در زلزله‌ای که سال گذشته در کرمانشاه اومد جمهوری اسلامی میتونید برید بپرسید از مردم کرمانشاه که هیچ گونه رسیدگی به مردم نکردند هیچ یک از قولهایی که به مردم دادند هیچ یکی از وعده ها عملی نشد و جمهوری اسلامی در مسیری قرار گرفت که فشار بیاره به مردم بسیاری از مناطق کرمانشاه که منطقه خودشون رو ترک بکنن چرا؟ طبق خبرهایی که ما به دست آوردیم مهمترین پایگاه های موشکی جمهوری اسلامی در کل ایران در کرمانشاه واقع شده اهمیت استراتژیک کرمانشاه به این دلیل هست که به لحاظ مسافت و نزدیکی این مسیر نزدیک است به اسرائیل از دید جمهوری اسلامی و مسلط هست به منطقه خلیج فارس به مناطق کشورهای عربی و به قول خودشون آنچه که اسمش رو منافع امریکا در بخشی بخش مهمی از خاور میانه که مرکز انرژی جهان هم هست مسلط هست این مراکز اونجاست و اعتمادی هم جمهوری اسلامی به مردم کرمانشاه نداره به ساکنان کرمانشاه که اکثرا مخالف جمهوری اسلامی هستند خیلی جالبه بدونید که گزارشش هست یک پاستار داره پیش بینی میکنه به قول خودش زلزله رو و از قبل گفته بود که این زلزله اتفاق میفته در کرموشا خیلی شاید ندونن که در ژاپن که خیلی پیشرفت است در زمینه زلزله نگاری در امریکا که بسیار پیشرفت است چنین تکنولوژی وجود نداره که زلزله رو پیش بینی بکنند اتفاقاتی داره میفته در کرمونشاه که این اتفاقات معمول و طبیعی نیست قبل از اینکه زلزله بیاد نوری رو در آسمان ده ها نفر این رو به ما گفتند مشاهده کردند دقیقا در سال گذشته هم این اتفاق افتاده چه دلیلی میتونه داشته باشه ما داریم روش کار میکنیم ولی قدر مسلم این هست که مخفی کاری از طرف جمهوری اسلامی در جریان هست در دو روز گذشته دیروز و امروز که البته شب هست در حال حاضر در تهران در ایران